نشست سریع مشران و جرگه امریکا در مورد افغانستان. نشریه دهل میگوید مشران و جرگه امریکا این نشست را در عقب دروازه های بسته برگزار خواهد کرد. این نشست به درخواست وکیلای دموکرات که در کنگرس هستند صورت میگیره. اونا از بلینکن کافی خوش نیستند، چون پالیسی بلینکن واضح نیست راجع به آینده در افغانستان. برگشت عبدالله عبدالله به کابل. عبدالله عبدالله پس از 43 روز دوباره به کابل بازگشت. مردم افغانستان در آرامی، در سایه عدالت و در فضای خوب در کشور خود بتوانند زندگی کنند. و هشدار امریکا و چین. مقامات چینایی میگویند جداسازی تایوان از چین برای جنگ زمینه سازی خواهد کرد. سلام، خسته نباشید. من نور عرفان هستم. کمیته روابط خارجی مشران جرگه امریکا چهارشنبه آینده نشست را پشت درهای بسته پیرامون افغانستان برگزار می کند. نشریه دهل به نقل از منابع خود گفته است که قرار است در این نشست بر سیاست امریکا در مورد افغانستان و چگونگی خروج نیروهای امریکایی از این کشور بحث شود. در این نشست جان بس، سفیر پیشین امریکا در کابل، براین مکوین، معاون وزارت خارجه امریکا، درک شولت، مشاور وزارت خارجه مولی فی، معاون نماینده خاص پیشین امریکا برای افغانستان، و توماس وز، نماینده خاص امریکا برای افغانستان اشتراک خواهند کرد. کمیته روابط خارجی مشران جرگه امریکا نشست را در عقب دروازه های بسته در مورد افغانستان برگزار می کند. نشریه دهل گزارش را از قول منابع خود نشر کرده که قرار است در این نشست بر سیاست امریکا در مورد افغانستان و همچنان بر چگونگی خروج نیروهای امریکایی از این کشور در ماه اگست سال گذشته بحث و گفتگو شود. در این نشست جان بس، سفیر پیشین امریکا در افغانستان، براین مکوین، معاون پیشین وزارت امور خارجه امریکا، درک شولت، معاون وزارت امور خارجه امریکا، مولفی، معاون پیشین نماینده خاص امریکا برای صلح افغانستان، و توماس وست، نماینده خاص امریکا برای افغانستان اشتراک می کنند. نشریه دهل میگوید که این نشست از سوی رئیس کمیته روابط خارجی گریگوری مکس نماینده دموکراتان و مایکل مککل نماینده جمهوری خواهان رهبری می شود. کمیته روابط خارجی جرگه سنای امریکا یک نشست سری را برگزار می کند. طی این نشست در مورد پالیسی وزارت امور خارجه امریکا در رابطه با افغانستان بحث می شود. رئیس کمیته روابط خارجی مشران جرگه امریکا گفته است که کمیته آنان از سال 2021 میلادی به این سو یک نشست را در مورد افغانستان برگزار کردند و به گفته وی این مسئله قابل تأسف است. این نشست به درخواست وکیلای دموکرات که در کنگرس هستند صورت میگیره. اونا از بلینکن کافی خوش نیستند، چون پالیسی بلینکن واضح نیست راجع به آینده در افغانستان. با وجودی که از عین حزب هستند دموکرات و بلینکن، اونا خواستار از یه طور یک نشست سری هستند که بلینکن پلان خود بگه که برای افغانستان پلان امریکا چی است. اعضای کمیته روابط خارجی گفتند که ادبای امریکا مستحق آگاه شدن از مسائل بیشتر در افغانستانند و می افزایند در نشستی که در آینده برگزار می شود روی این موضوع بحث خواهد شد که امریکا با خروج از افغانستان چه درس گرفته است. عبدالله عبدالله، رئیس پیشین شورای عالی مصالحه ملی، پس از نزدیک به 2 ماه از هند به کشور بازگشت. وی در میدان هوایی کابل در صحبت با خبرنگاران گفت که برای دیدن اعضای خانوادهش به هند رفته بود و افزوده است که مقامهای حکومت کنونی باید برای تمام مردم افغانستان زمینه زندگی مرفه، صلح آمیز، آرام و برابر با عدالت را مهیا سازد. این در حال است که امارات اسلامی میگوید شمار از مقامهای حکومت پیشین با تلاشهای حکومت دوباره به کشور
کشور برگشتند و گفته می شود که خانواده های این مقام ها هنوز هم در بیرون از افغانستان به سر می برند. عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی حکومت پیشین پس از سپری کردن بیشتر از یک ماه وقت را در هند دوباره به کابل برگشت. وی در میدان هوایی کابل در صحبت با خبرنگاران گفت که به هدف دیدار با اعضای خانواده خود به هند رفته بود، اما از مساعد کردن زمینی زندگی برای تمام افغانان در فضای وحدت، صلح و عدالت را مسئولیت حکومتی کنونی خواند. مردم افغانستان در آرامی، در سایه عدالت و در فضای خوب در کشور خود بتانند زندگی کنند. این کوشش زیاد از همه میخواهند، خصوصا از مسئولین فعلی حکومت سرپرست و آرزوی مهمی است. عبدالله عبدالله همزمان با برگشت به کشور با حامد کرزی جمهور پیشین کشور شماری از شخصیت ها و مقام های حکومت پیشین ملاقات نموده و تصاویر این دیدارها را در صفحه تویتر خود نشر کرده است. عبدالله عبدالله می گوید که توقع کدام چوکیدار ندارد، اما برای هر گونه همکاری در بخش تامین ثبات آمادگی دارد. در بین مردم می باشیم، اگر که کدام کاری از ما در تامین ثبات در کشور صورت گرفته بتوانه انجام میتیم. هیچ وقت آرزوی ای که من کار حکومتی داشته باشم نداریم. در گذشته فرصت هایی داشتیم، اما وطن ماست، در بین مردم خود می باشیم. جز بهبودی زندگی مردم افغانستان و بهروزی مردم افغانستان و زندگی با عزت مردم افغانستان در سایه عدالت و در با وحدت ملی و مشارکت مردم آرزوی دیگه ندارم. این در حال است که امارت اسلامی میگوید که با سعی و تلاش های آنان شماری از مقام های حکومت پیشین به کشور برگشتند، اما گفته می شود که خانواده ها و فرزندان این مقام ها هنوز هم در کشورهای خارجی بر سر می برند. آمریکا در بخش آموزش پلیس حکومت پیشین افغانستان 20 میلیارد دلار هزینه کرده است. اداره سرمفتش خاص آمریکا برای بازسازی افغانستان یا سیگار گفته است که آمریکا در بخش آموزش پلیس افغان در حدود 20 میلیارد دلار هزینه نموده بود، اما این مصارف هیچ منفعت نداشت. سیگار میگوید که هدف از ایجاد پلیس در افغانستان این بود که آنان از حقوق بشر حفاظت کرده و در کنار آن نظم و اصلاحات را در افغانستان به میان آورند، اما آنان بیش از همه حقوق بشر را نقص نموده و آمریکا طرح مناسب برای آموزش پلیس نداشت و به همین دلیل همه هزینه آن در این بخش ضایع شد. آگاهان امور نظامی در مورد بر استراتژی 20 سال گذشته آمریکا در افغانستان انتقاد می‌کنند و دلیل این هزینه هنگفت آمریکا را در بخش پلیس مداخله بی‌مورد مقام‌های بلندپایه پیشین می‌خوانند. سیگار یا اداره سرمفتش خاص آمریکا برای بازسازی افغانستان در گزارش اخیر خود گفته است که آمریکا بر آموزش پلیس پیشین افغانستان حدود 20 میلیارد دلار را هزینه کرده بود، اما تمام این مصارف به دلیل پالیسی نادرست آمریکا بیفایده بود. آمریکا در بخش آموزش پلیس پیشین افغانستان حدود 20 میلیون دلار را هزینه کرده بود که به دلیل استراتژی نادرست آمریکا این همه مصارف ایالات متحده بیجا و بی‌فایده بود. سیگار در این گزارش خود می افزاید که هدف آمریکا از تشکیل پلیس در افغانستان در کنار حفاظت از حقوق بشر در این کشور آمدن اصلاحات اجتماعی بود که بالاخره به دلیل استراتژی نادرست آمریکا همین افراد آموزش دیده این اهداف را نقص و زیر پا کردند. آگاهان امور سیاسی بر پالیسی آمریکا در بخش آموزش پلیس پیشین افغانستان انتقاد می کنند و می گویند که به شمول دفتر رئیس جمهور غنی مداخله شماره از اداره های دیگر در سکتور پلیس سبب شد تا پلیس به اهداف تعیین شده خود نرسد. در کورانه چارپا وزدارد که اکثرا زین مویدان دوی دفعان انتخاب دل او اغا مقرر دل دوی هم دغه سر په یو ډول جذبن کې دغه پیسې که دیوی خوال راتی تقریبا د نیمه نجات برسه د افغانستان وطلی هغه لگی پیسې چې به پاتې کېدلې په هغې کې به بیا نور قراردادیان و نور د ټیټ رتبه مامورینو دی به پکې هغه خپل حق اخیسته. دفتر آقای غنی، دفتر شورای امنیت ملی،
بی حد مداخله در امور پلیس صورت می گرفت، تعینات از اونجا صورت می گرفت، تعینات معیاری نبود و خصوصاً که دفتر آقای غنی، مثلا آقای فضلی، آقای محب بیشتر در اینجا تشبث می کردن، به زعم خود افراد تعیین می کردن، ممکن از اونا عقد می گرفتن، پلیس در حقیقت نگذاشتن پلیس شود. بر اساس ارقام رسمی که امریکا در 18 سال اخیر در افغانستان تنها در بخش آموزش و اکمال پلیس و اردوی افغانستان به 88.32 میلیارد دلار هزینه کرده بود، مصرف مجموعی امریکا تنها بر جنگ در افغانستان به 822 میلیارد دلار بالغ می‌گردد. ملاله یوسفزای برندگی جایزه نوبل صلح میگوید که ممکن دختران افغان فرصت رفتن به مکاتب را برای همیشه از دست بدهند. وای که در تظاهرات ضد تغییر اقلیم در سویدن اشتراک کرده بود، در صحبت با رویترز در مورد عدم بازگشایی مکاتب دختران بالاتر صنف ششم افغان ابراز نگرانی کرده و افزوده است که رهبران امارت اسلامی برای جلوگیری از تعلیم دختران هم روزه نظر خود را عوض میکنند و در این مورد یک موقف ندارند. این در حال است که کابل نیوز چند پیش گزارش داده بود که کمیته بازگشایی مکاتب دختران تصمیم خود را در این رابطه برای نهایی کردن به قندهار فرستاده است. ملاله یوسفزای برنده جایزه صلح نوبل در مصاحبه با آژانس خبری رویترز در سویدن بار دیگر بر مسدود شدن مکاتب دختران بالاتر از صنف ششم در افغانستان ابراز نگرانی کرده است. ملاله یوسفزای در واکنش به محرومیت دختران افغان از تعلیم اتهام وارد کرده است که رهبران امارت اسلامی نظر خود را هر روز در مورد جلوگیری از تعلیم دختران تأخیر می دهند و یک موقف را اختیار نمی کنند. من در مورد عدم رفتن دختران به مکاتب نگرانی دارم، زیرا مخواه می شود که نه تنها طالبان در رابطه به رفتن دختران به مکاتب متوسط و لیسه تصمیم نگرفتند، بلکه در این مورد نظر و موقف واحد نیز ندارند. برخی اوقات تاریخ گشایش مکاتب را اعلام می کنند، اما دوباره از آن عقب نشینی می کنند و یا هم یونیفرم را بهانه می گیرند. وی می افزاید احتمال دارد که دختران بالاتر از صنف ششم برای همیشه فرصت رفتن به مکاتب را از دست بدهند. اما جهان باید در بخش حقوق تعلیم دختران افغان موقف جدی بگیرد. نو پدی بار که خود اگر معرفی وزارت لوری سکم اعلامیه نشر سی و پاول که در مجلس بنی تروس مر اتفاق قابل ذکر است که کابل نیوز قبل از این گزارش را بر اساس معلومات خود نشر کرده بود که کمیته بازگشایی مکاتب دختران فیصله خود را به هدف نهایی شدن به کندهار فرستاده است تا رهبری امارت اسلامی آن را نهایی سازد. وزارت ترانسپورت و هوانوردی ملکی میگوید که پروازهای آریانا افغان هوایی شرکت به کشورهای چین، هند و کویت به زودی آغاز خواهد شد. مقامهای این وزارت میگویند که پروازها به کشور چین به تاریخ 20 جون آغاز و پس از آن پروازهای عادی به این کشور ادامه خواهد داشت. این مقامها میافزاین که گفتگوها با کشورهای هند و کویت نیز جریان دارد و به زودی پروازهای عادی به این کشورها آغاز می شود. بر اساس معلومات وزارت ترانسپورت و هوانوردی ملکی، در حال حاضر از میدانهای هوایی افغانستان تنها به امارات متحده عربی، عربستان سعودی، پاکستان، ازبکستان، ایران، ترکیه و روسیه پرواز صورت می گیرد. وزارت ترانسپورت و هوانوردی ملکی می گوید که پروازهای آریانا افغان هوایی شرکت به کشورهای چین، هند و کویت به زودی آغاز خواهد شد. امام الدین احمدی سخنگوی وزارت ترانسپورت در یک پیام ویدیویی خود که بر رسانه ها فرستاده گفته است که پروازهای افغان آریانا هوایی شرکت به تاریخ 20 ماه جون سال جاری به چین آغاز می شود و پس از آن این پروازها به گونه عادی ادامه خواهد داشت. وی می گوید که تا اکنون در این مورد با هند و کویت گفتگوهای مثبت جریان دارد و به این دو کشور پروازهای عادی آغاز خواهد شد. در این اواخر روابط هند با امارت اسلامی رو به گسترش است. آریانا افغان هوایی شرکت په پام کې لري چې چین، کویت او همدارنګه هندستان هیواد ته په نورمال ډول الوتنې پیل کړي. ان شاء الله د رواني جون میاشتې په شلم تاریخ باندې به تمه ده چې چین هیواد ته لومړنی پرواز وشي او بیا به د سکیجول یا تقسیم اوقات مطابق پروازونه کیږي. همدارنګه د آریانا افغان هوایی شرکت د کویت او د هندستان هیوادونو سره هم
اړیکې ټینګې کړي دي او د دوی سره هم خبرې روانې دي. تمه ده چې په نږدې راتلونکي دغو دوو هیوادونو ته هم زموږ نورمال ډول پروازونه پیل شي. بر اساس معلومات وزارت ترانسپورت و هوانوردی ملکی، اکنون از میدانهای هوایی کشور تنها به امارات متحده عرب، عربستان سعودی، پاکستان، ازبکستان، ایران، ترکیه و روسیه پروازها صورت می‌گیرد. تامس نیکلسون، نماینده خاص اتحادیه اروپا برای افغانستان میگوید اتحادیه اروپا در مورد خراب شدن روزافزون وضعیت در افغانستان نگرانی دارد و امروز در توییت از برگزاری نشست کشورهای عضو این اتحادیه در بروکسل خبر داد. نماینده خاص اتحادیه اروپا در مورد وضعیت حقوق بشری به گونه خاص حقوق زنان و اقلیت‌های قومی در افغانستان ابراز نگرانی کرده است. در این حال امارات اسلامی نگرانی‌های اتحادیه اروپا را بی بنیاد می‌خواند و می‌افزاید که حکومت به شمول زنان به حقوق تمام اقشار در کشور متعهد است. کشورهای عضو اتحادیه اروپا با تدویر نشست در مورد افغانستان پیرامون بدتر شدن روزافزون وضعیت افغانستان ابراز نگرانی کرده اند. تامس نیکلسون نماینده خاص اتحادیه اروپا برای افغانستان در صفحه توییتر خود نوشته است که کشورهای عضو اتحادیه اروپا طی نشست در مورد افغانستان در بروکسل پیرامون وضعیت موجود بشری و بخصوص نقض حقوق اقلیت‌ها و زنان، عدم اشتراک آنان در بخش‌های سیاسی و بر ناتوانی طالبان در اجرای سیاست‌های منسجم و بهتر برای افغانان ابراز نگرانی کردند. کشورهای عضو اتحادیه اروپا طی نشست در مورد افغانستان در بروکسل پیرامون حقوق بشر به خصوص نقض حقوق اقلیت‌های قومی و زنان در افغانستان، عدم اشتراک آنان در بخش‌های سیاسی و بر ناتوانی امارت اسلامی در اجرای سیاست‌های منسجم و بهتر برای افغانان ابراز نگرانی کردند. نیکلسون گفته است که کارشناسان خارجی تلاش‌های خود را به هدف همکاری در بخش‌های اقتصادی و حقوق بشری در مورد افغانستان با آنان آغاز کردند. در همین حال بلال کریمی معاون سخنگوی امارت اسلامی این ادعای کشورهای عضو اتحادیه اروپا را بی بنیاد می‌خواند و می‌گوید که آنان به شمول زنان به حقوق تمام اقشار جامعه افغانستان متعهدند. اسلامی امارت خوب به هیواد که در طول اتباع و در حقوق و در تامین پر برخه که دیر باریز و منتج گامون پرته کلی دیسی الحمدلله در طول و اقوام و اقشار و در طول و خلق و که اطفال دی که خواندی دی که سپیجیر و زوانان دی حقوق خواندی دی اسلامی اصول و چوکات که طول افغانان بخبل هیواد که آرام و سوکال و ساج وند لری. این در حال است که در این اواخر سازمان بین المللی حقوق بشر در رابطه با نقض حقوق بشر در افغانستان ابراز نگرانی کرده و گفته است ممکن این کار بر روابط حکومت جدید افغانستان با جهان تاثیرات منفی بگذارد. اتحادیه جوانان نیرومند در ولایت قندهار در واکنش به غصب دارایی‌های افغانستان از سوی آمریکا تظاهرات کردند و خواهان رهایی هر چه زودتر پول‌های افغانستان شدند. این جوانان جنایات 20 سال گذشته آمریکا در افغانستان را تقویه نموده و تاکید کردند که آمریکا باید غرامت جنایات خود را برای افغان‌ها بپردازد. پس از به قدرت رسیدن امارات اسلامی در افغانستان، آمریکا دارایی‌های افغانستان را غصب کرد که این تصمیم آمریکا با واکنش‌های بیشتر افغان‌ها مواجه گردید. معضل غصب ذخایر پولی منجمد شده افغانستان از سوی آمریکا تا هنوز پا بر جا است و این کار سبب شده است که بر وضعیت اقتصادی و بانکی کشور تاثیرات منفی بگذارد. شماری از جوانان در کندهار به تازگی خواهان رهایی پول غصب شده افغانستان از آمریکا شدند و تاکید می کنند که واشنگتن باید بدون تاخیر دارایی غصب شده افغانستان را آزاد کند. لکه څرنګه چې زموږ 9 میلیارده پیسې امریکا کنګل کړي دي، موږ یې ازادول غواړو او دا یو غیر عادلانه پرېکړه ده. موږ په نړیوالو غږ کوو چې تر څو زموږ پیسې ازادې کړي. آنان همچنان انتقاد می کنند که امریکا هنگام حضور 20 ساله نظامی خود در افغانستان مرتکب جنایات بزرگ در این کشور شده و اکنون باید در بدل جنایات خود به افغانان غرامت بدهد. کم افغانان کم مدنی ټولنې چې موږ خارج کړو د دوی د طریقه موږ وکولی شو چې
زورپایی شولین ده پس پردی پشار آورد سی ده زور پیسی رای لسی ده یون خیجه خورد سی ده امریکا سخه ده امریکا سخه شوی ظلمون پر افغانان وانده لکه سرنگا چه بیگانه افغانان شایدان کرد خزی کونده کرد ماشومان یتیمان کرد همدار از زمان ملی ارزختون ادب خولنده کرد زموک مذهبی زیو که دیری پریدونه و کرد موږ مساجد یې بمباره کړي زموږ مکاتب یې بمباره کړي نو په همدغه اساس باندې موږ د امریکا څخه خپل کرامت غواړو دا زموږ حق ده این در حال است که امریکا می خواهد که 50% ذخایر پولی غصب شده ی افغانستان را به اعضای خانواده های قربانیان رویداد 11 سپتامبر توزیع کند و بخش متبقی آن را به گونه کمک های بشری در افغانستان هزینه نماید. ادامه خبرها، چین به امریکا هشدار داده است که هر گونه تلاش این کشور برای جدایی و استقلال تایوان به گونه یک کشور مستقل زمینه مداخله نظامی نیروهای چینایی را مساعد خواهد ساخت. وزیر دفاع چین در حاشیه نشست امنیتی آسیا در سنگاپور برای اولین بار با همتای امریکای خود دیدار کرده و افزوده است که جدا شدن تایوان از چین به جز اقدام نظامی برای نیروهای چینایی چیز دیگر باقی نخواهد گذاشت. از سوی دیگر وزیر دفاع امریکا این عملکرد چین را تلاش برهم زدن و مسئولیت منطقه خوانده است. چین تایوان را بخش از خاک خود می‌داند و به همین دلیل وزیر دفاع چین فروش سلاح‌های آمریکایی در این منطقه را محکوم نموده است. اوکراین اعلام کرد که در جنگ با روسیه تا اکنون 10,000 سرباز اوکراینی کشته شده است. اولیسکی ارستویچ مشاور رئیس جمهور اوکراین موضوع کشته شدن سربازان اوکراینی را در یک مصاحبه خبر داده و پس از آن این مصاحبه در رسانه‌های اجتماعی به نشر رسیده است. مقام‌های اوکراینی می‌گویند که همه روزه حدود 100 سرباز را در جنگ با روسیه از دست می‌دهند و صدها تن دیگر زخمی می‌شوند. آنان ارقام تلفات وارد شده بر نیروهای روسیه را در مقایسه با تلفات سربازان خود بیشتر نشان می‌دهند. در این حال رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا به کیف رفته و با ولادیمیر زلنسکی دیدار کرده است. سفر با اوکراین در حال صورت میگیرد که گفته می شود اتحادیه اروپا چند روز بعد بار دیگر بر مسئله عضویت اوکراین در این اتحادیه غور خواهد کرد. و معاون سرمنشی ناتو میگوید نشانه هایی نمی بیند که روسیه ظرفیت حمله بر فنلند و سویدن را داشته باشد و افزوده است که روند پذیرش فنلند و سویدن در ناتو زمان زیاد را نمی گیرد و پس از توافق ترکیه عضویت این کشورها در ناتو پذیرفته خواهد شد. سویدن و فنلند از سالها به این سو در میان روسیه و ناتو در وضعیت قرار گرفتند که پس از حمله روسیه بر اوکراین این دو کشور تصمیم گرفتند تا به پیمان ناتو بپیوندند، اما ترکیه با عضویت این دو کشور در سازمان ناتو مخالفت دارد. در میان این کشمکش ها نگرانی نیز وجود دارد که ممکن روسیه پیش از این که سویدن و فنلند عضویت سازمان ناتو را کسب کنند بر این کشورها حمله کند، اما ناتو اطمینان داده است که روسیه توان حمله بر این کشورها را ندارد. بسته خبری این ساعت همینجا به پایان میرسد. تا دیدار دیگر، الله حافظ. بقیه وقتتان خوش.